سلام دوستان، محمد هستم. با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به زندگی شخصی و هنری خانم ژاله صامتی، بازیگر محبوب تلویزیون کشورمون میپردازیم. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. ژاله صامتی، بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون، 17 فروردین ماه سال 1351 در تهران متولد شد. پدر و مادر خانم ژاله صامتی اصالتاً اهل ازنا هستند. ژاله صامتی فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنر و بازیگری رو از سال 68 با تئاتر آغاز کرد. علاقه ایشون به بازیگری از دوران کودکی شکل گرفت و به گفته که خودش از همون دوران کودکی هر کسی درباره شغل آیندهش از او سوال میکرد، جوابش بازیگری بود. ایشون میگه از کودکی عاشق بازیگری بودم. 3 ساله بودم که هر کس میپرسید میخوای چی کاره بشی، پاسخ میدادم بازیگر، و این عشق هنوزم در درون من زنده است. در سال 69 وقتی 18 ساله بودم وارد دانشگاه شدم تا اینکه با کار تئاتر دانشجویی تئاتر رو آغاز کردم و در نهایت در سال 72 در فیلم دت یعنی دختر جلوی دوربین رفتم. ایشون در سال 1373 هم تجربه بازی در فیلم دشت ارغوانی به عنوان نقش اول رو به دست آورد. ژاله صامتی در 1375 وقتی 24 ساله بود با سریال یحیی و گلابتون وارد قاب تلویزیون شد و سپس سال 1378 تجربه موفقی در آژانس دوستی به دست آورد. ایشون در آژانس دوستی با فردوس کاویانی، اصغر همت و حسین پناهی همبازی بود. خانم بازیگر در سال 1380 بعد از بازی در سریال کارگاه شمسی و دستیارش مادام وارد یک غیبت طولانی مدت 15 ساله شد و در تلویزیون دیگه دیده نشد. ایشون در نهایت در سال 96 با سریال نفس به قاب تلویزیون بازگشت. ژاله صامتی یکی از بازیگرای ساده و بی‌آلایش دنیای هنره که چند سالی زندگی مشترکش رو آغاز کرده و 2 دختر به نام یاس و نیاز داره. این بانی بازیگر مراسم ازدواجش رو ساده برگزار کرد و به گفته خودش برای شب مراسم عروسی آرایشگاه هم نرفت. ایرج سنجری همسر ژاله صامتیه و یاس دختر بزرگتر خانومه که متولد دهه 70 بوده و حالا ازدواج هم کرده. ایرج سنجری تحصیل کرده یه رشته کارگردانی از کانادا است که پیش از انقلاب عضو گروه تئاتر هنری ملی بود و تجربه بازی در چند سریال قبل از انقلاب رو هم داره. ایشون بعداً وارد هنر دوبله شد و چند سالیه که دوباره با همسرش در تئاتر هم حضور داره. ایشون گفته ما با هم خانوادگی به سینما، کنسرت و تئاتر میریم. تماشای تئاتر از برنامه‌های همیشگی مونه و ما حداقل 3-4 بار به دیدن تئاتر میریم. بچه های من از نوزادی به تئاتر شهر رفتن. ژاله صامتی 26 سال بیشتر نداشت که برای اولین بار مادر شدن رو تجربه کرد و دخترش یاس به دنیا آمد. این بانوی هنرمند در رابطه مادر و دختریشون به حس صمیمیت بینشون اشاره کرده و گفته که حس ما فقط مادر و دختری نیست و بیشتر با هم دوست هستیم. وقتی یاس به دنیا آمد باورم نمیشد که مادر شدم و تا صبح از خوشحالی تولد دخترم نخوابیدم. و وقتی متوجه شدم برای بار دوم باردار هستم، بازم آرزو داشتم که دختر باشه و خدا نیاز رو به ما هدیه داد. نام نیاز رو خواهرش یاس انتخاب کرد. ژاله صامتی بازیگری رو با تئاتر آغاز کرد و اولین بار در سال 68 با نمایش کاکا سیاه در تئاتر شهر روی صحنه رفت. ژاله صامتی بازیگری رو با فیلم دت یعنی دختر در سال 72 آغاز کرد و بازی موفقش در این فیلم راه رو برای انتخاب بعدیش باز کرد و 1 سال بعد به عنوان بازیگر نقش اول فیلم دشت ارغوانی انتخاب شد. سریال یحیی و گلابتون به کارگردانی اصغر آبگون در سال 75 اولین تجربه بازیگری ژاله صامتی در تلویزیونه. ژاله صامتی میگه من اصلا از دیده شدن خوشم نمیاد. از همون ابتدای ورودم به سینما سعی کردم پوششی داشته باشم که خیلی به چشم نیام. اعتقاد دارم بازیگر خودش نباید خیلی دیده بشه، بلکه نقشی که بازی میکنه باید دیده بشه و در ذهن مردم ماندگار بشه. طول نقش برام اهمیتی نداره و تاثیرگذاری اون برام مهمه و اینکه چقدر در پیشبرد قصه موثره و چقدر میتونه مخاطب رو به خودش جذب کنه.
دلیل گزیده کاری من عشق به بازیگریه. هیچ وقت به دلیل اینکه بیکار نباشم کار نکردم. فقط در کاری قبول میکنم بازی کنم که خیلی به من خوش بگذره. گاهی شده توی یک سال بیش از 20 نقش به من پیشنهاد میشه که فقط یک نقش رو قبول میکنم. حاضرم بیکار بمونم اما هر نقشی رو بازی نکنم. من عاشق کتاب خوندنم. هیچ وقت متوجه نمیشم کسی میگه حوصله‌ام سر رفته یعنی چی، و همیشه کاری برای انجام دادن دارم. من خیلی دوست دارم در جمع مردم باشم. زیاد به پیاده روی میرم و خیلی وقتا ماشین رو پارک میکنم و از تاکسی، مترو و اتوبوس استفاده میکنم. تلویزیون، سینما و تئاتر برام فرقی نداره. به عنوان یه بازیگر ترجیح میدم نقشی رو بازی کنم که خوشایند تماشاچی باشه و با او ارتباط برقرار کنه. میتونم 30 روز در خونه باشم بدون اینکه احساس کسالتی کنم، چون همیشه کلی کار هست که میتونم انجامش بدم. فقط باید عاشق بود. خوشبختی بزرگی که دارم اینه که هر دو دخترم هیچ چیز پنهانی از من ندارن. حتی اگه بدونن ممکنه من سر مسئله ای ناراحت بشم و برخورد کنم باهاشون، باز هم اون رو میان و با من در میون میذارن. ژاله صامتی با وجود بازی‌های درخشان و موفقش تا به حال 2 جایزه از جشنواره‌های مختلف رو کسب کرده. این بانوی هنرمند برای فیلم دربش حامل در سال 1398 برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم شهر شد. ایشون همچنین برای بازی در فیلم رفیق بد در سال 1387 برنده جایزه بهترین کمدین زن از دومین جشنواره سینمای کمدی گل‌آغا شد. این بازیگر کشورمون 2 بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین در جشنواره فجر شده. یه بار برای بازی در فیلم درخونگاه در سال 97 و یه بار دیگه برای فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی. ایشون که فصل جدید سریال زیرخاکی رو در حال پخش داره میگه مردم زودرنجی هستیم و شوخی کار سختیه. از طرفی بخش عظیم کمدی همون شوخیه. حالا با تمام این سختی‌ها زنم باشی و در یک سرزمین اسلامی هم بخوای کار کنی و به خصوص در تلویزیون که مخاطبانش با تئاتر فرق دارن، کارت خیلی سخت‌تر میشه. آرمان درویش داماد خانم ژاله صامتیه. او بازیگر نقش البرز در سریال ملکه گدایانه که اولین تجربه بازیگریش رو در این سریال به دست آورده و حضورش در این سریال باعث شهرت بسیار زیاد او در سینما و تلویزیون شده. خانم صامتی در برنامه دور همی مهران مدیری در مورد نحوه آشناییش با همسر خودش گفت که در یک کار تئاتر با هم آشنا شدند و در اون زمان آقای سنجری بدون اینکه خانم صامتی سوالی از او بپرسه در مورد حال و احوالش برای او میگفت و در نهایت سر صحبت باز شد و آقای سنجری از خانم صامتی درخواست کرد که برای خواستگاری به منزلشون بره. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.